freedom. Woman like freedom. Woman like freedom. Woman like freedom. امروز اینجا شنبه واشنگتن دی سی مقابل دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی. گروهی از ایرانیان در اینجا جمع شدند. NSG ایران برگزار کننده عمده برنامه‌های اعتراضی برگزار کننده این برنامه است. نه به جنگ، چیزی که مردم ایران این روزها بسیار بهش اعتقاد دارن. به رغم اینکه جمهوری اسلامی سیاست‌های ناامن کننده منطقه رو داره، اما مردم ایران موافق با این جنگ‌ها نیستند. من با سیامک آرام صحبت می‌کنم، برگزار کننده این برنامه. سیامک، هدف از برگزار این برنامه چیه؟ همونجوری که می‌شنوین شعارا IRGC تروریست، یعنی تروریست بودن سپاه و نه به جمهوری اسلامی، در مقابل این ساختمون و همزمان نه به جنگ، نه به جنگ طلبی، جنگ افروزی و تنش افسایی جمهوری اسلامی. ما وقتی فراخوان رو دادیم همزمان با حمله نظامی جمهوری اسلامی بود و تمایل جمهوری اسلامی به درگیر کردن ایران به یک جنگ و در واقع بحران جدیدتری است، علارغم تمام بحران‌های دیگه‌ای که در داخل کشور وجود داره، بحران‌های اقتصادی، مشکلات دیگه، برای اینکه نفع می‌بره، برای اینکه می‌تونه به در واقع سرکوب بیشتر معترضین در داخل، همونجوری که شاهد هستیم، شروع مجدد افسایش سرکوب زنان در خیابان‌ها، البته به بهانه قوانین ضد انسانی حجاب. خاطر اینکه جمهوری اسلامی علاوه بر تمام مشکلاتی که داخل کشور ایجاد کرده، درگیر یک سری ماجراجویی‌های هم داخل منطقه هست که داره ایران رو به سمت جنگ میکشونه و واقعا الان برای اینکه کنار مردم ایران بایستیم، باید نه به جنگ بگیم که علاوه بر تمام مشکلاتی که به طور روزمره دارن، درگیر یک جنگ منطقه‌ای هم نشن. مدت‌های طولانی مردم ایران به شکل‌های مختلف دارن سعی می‌کنن به دنیا نشون بدن که وجود و حضور و ادامه روند جمهوری اسلامی نه فقط برای مردم ایران و نه فقط برای مردم منطقه، بلکه برای خیلی جاهای دیگه دنیا خطرناک هست. امروز ما متاسفانه میبینیم که این پیشگویی یا این مسئله که مردم مدت هاست دارن باهاش مقابله میکنن یا تلاش میکنن که جلوش وایسن، داره به شکل دیگه تو منطقه خطر خودش رو نشون میده و اتفاقی که چند روز پیش در حمله ایران افتاد به هیچ وجه به نفع مردم ایران، به نفع منطقه و به نفع دنیا نیست. ما اومدیم اینجا برای اینکه به شکل دیگه ای و با صدای دیگه ای باز اعلام بکنیم که وضعیت موجود وضعیت خطرناکیه، نه فقط برای مردم ایران، برای مردم دنیا. جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران قصد دارن با جنگ افروزی در منطقه بتونن منطقه رو به آشوب بکشن و البته بتونن در داخل سرکوب ها رو ادامه بدن و حواس مردم داخل ایران رو به جنگ پرت بکنن که بتونن سرکوب ها در ایران رو به خصوص در رابطه با زنان جامعه ما مجدداً پیش بگیرن و گسترش بدن. برای همینه که من احساس میکنم وقتی جنگ نباشه، که نباید هم باشه، مردم متمرکزتر میتونن فکر بکنن و در راستای آزادیشون قدم بردارن. معترضین امروز اینجا تلاش میکنن نه تنها زبان گویایی باشن برای اینکه حاکمان در ایران صدای اونها رو بشنون و بدونن که اونها موافق جنگ نیستن، بلکه سیاستمداران در پایتخت ایالات متحده آمریکا هم این رو بدونن که ایرانی ها حساب جدایی از حکومت جمهوری اسلامی دارن. من اردوان روزبه اینجا هستم در واشنگتن دی سی.